بفروشی حرامه. تا چه مقدار حرامه؟ یعنی اشل حرام از میلیارد تا چه مقدار حرامه؟ پیغمبر با قرآن اعلام کرد فَوَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. حرام به وزن دانه ارزن باشه، حرام. خب مردم درآمدشون از کجا باشه؟ پیغمبر اکرم کسبا رو ردبندی کرد، فرموده من اگه بنا باشه در یه مملکت نبض اقتصاد رو به دست بگیرم، اول کاری رو که تو مملکت رشد میدم گسترده میکنم دامداریه. فدای تو ای پیغمبر. شما الان حساب کن گاو، بز، گوسفند، نرش، ماده، شتر، اینایی که دامن، الان دامداری بسته به چند رشته اقتصادیه؟ شیر دام، کره شیر دام، پنیر شیر دام، سرشیر شیر دام، خامه شیر دام و دارویی بودن شیر، پوست دام، روده دام، استخوان دام، دامایی که خدا خلق کرده غیر یه عضوشون کل موجودی دام رو بر مردم حلال کرد. شما بگو خب اگه مملکت ایران تمام استانا دامداری گسترده بشه، اینا رو باید ببرن صحرا، علف صحرا رو چه باید کرد؟ من چقدر گیر دام علف میاد؟ قرآن گفته مردم مملکت همه، نه یه طایفه، اهل ایمان و تقوا بشن، من خدا رو امتحان بکنن. همه که مؤمن و با تقوا شدن، کل 70 میلیون گناه و زمین گذاشتن، تمام کبیرای مملکت و سرسبز تحویلشون. اما مردم خدا رو باور ندارن که بخوان امتحانش بکنن. الان بیدینا رو امشب اگه میووردن تو این مجلس، زنان بیهجاب، بدهجاب، اینایی که خوشگذرونن، شب نشینن، روابط نامشروع با هم دیگه دارن، به این حرفا میخندیدن و میرفتن، چنانچه به خود انبیا خندیدن. اینم طرح قرآن برای سرسبز شدن کل کشور و پر شدن رودها و بیرون آمدن چشمها و پر شدن قناتها و آباد شدن باغها. ولو میگه، یعنی گوش نمیدن. اما حالا طرح داده، ولو ان اهل القرى، اگر مردم کشور آمنو و تقو، مؤمن بشن و گناهانو کنار بذارن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، هر چی برکت در بالاست و در زمینه درشو به روشون باز میکنه. اون وقت 5 میلیون دام توی استان بره صحرا. این مال اقتصاد، این نگاه پیغمبر. بعدم گفت هر جا زمین هست، آب هست، نکارید و محصول تولید نکنید، ملعون هستید. امیرالمؤمنین فرمود نسبت به قطع زمین ها مسئولید قیامت. قرآن میگه جعلکم خلائف فی الارض لیستعمرکم فیها، زمین ایران رو، زمین کجا رو کجا رو دادم به شما بندگانم که کلشو آباد بکنید. آبادی اول به کشاورزی و دامداریه.
و بعد به کشاورزا میگه. اینو همه تون نشنیدید، اولین بار بعضیاتون میشنوید. به کشاورزا میگه چاله رو کندید، سطل آبم آماده کردید، نهال کنارتونه، نهال سیب پرتقال، نارنگی، لیمو، گلابی، نهالی که 6 سال دیگه میخواد محصول بده. یه مرتبه از آسمان فریاد بلند شد که مردم کره زمین 5 دقیقه دیگه قیامت میشه، خورشید تاریک میشه، ماه قطعه قطعه میشه، ستارگان فرو میریزه، زمین خراب میشه، کوها مثل پنبه زده میشه. به تمام کشاورزا گفته حق ندارید فرار بکنید برید خونتون. تا قیامت نشده نهالو بکارین، آبم بدین، به شما چه میخواد قیامت بشه؟ برید بعد 5 دقیقه دیگه میمیرین، اگه نهالو بذارین و برین قیامت مسئولی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصر قائدنا، اللهم ايد واحفظ امام زماننا.